درسته که اینجا و اونجا بعضی هاشون فرار میکنن و به تظاهرات کنندگان میپیوندن، ولی نیروهای امنیتی سوریه که در خاورمیانه اون زمان هم معروف و حالا هم معروفه، بزرگترین نیروهای امنیتی رو دارن، اینها کاملا تحت کنترل بشار اسده. بله. در نتیجه امکان این که مثلا خیلی مطبوعات و اینا هم حتی مطرح میکنن مثلا یک امپرسیون، یعنی احساسی میدن که مثل این که بعد از لیبی نوبت سوریه است، به نظر من بیشتر پاکستان مطرحه تا کشور سوریه، ولی این به این معنی نیست که کشور سوریه کاملا از اون صورت جلسه خارج شده، نه هست، ولی اون اجماعی که به اصطلاح هیئت حاکمه آمریکا، این اولیگارشی حاکم بر کاخ سفید، اینها اون اجماعی رو که دارن هنوز در مورد سوریه اون اجماع نرسیدن، در مورد لیبی رسیدن، در مورد عراق رسیدن، در مورد افغانستان رسیدن، حمله کردن. بله. به مردم چه بگیم؟ بگیم این صدام حسین با القاعده رابطه داشت. بله. صدام حسین دارای کشتار دست جمعی اتمی و هسته‌ای داشته. بله. اجماع به مردم اینو گفته حمله رو کردن، ولی در مورد سوریه این اجماع هنوز نیست، اختلاف دارن بین خودشون. بله. و شاید محل هم حکم میکنه، ولی اینکه شما اگر رعایت هایی هم دارن دیگه. بله، اگر سوریه مورد حمله قرار بگیره، شما باید با کشور لبنان اول تکلیف لبنانو معین بکنید. بله. اگر لبنان و اردن و اینا اصلا درگیر میشن، به طور اتوماتیک درگیر میشن، مخصوصا کشور لبنان، و حماس هم به نحوی از انها درگیر میشه، و در حال حاضر فکر میکنم که سوریه رو، من فکر میکنم که حتی اسرائیل زیاد موافق حمله نیروهای نظامی آمریکا و ناتو به سوریه نیست. بله. اینی که سوریه فعلا فکر میکنم که بعدها باید بحثش کرد که شرایط به کجا میرسه. آیا این بشار اسد و طرفدارانش موفق میشن بیان مثلا یک ریفورم هایی رو، یک اصلاحاتی رو انجام بدن و بخش بزرگی از این جمعیت رو به طرف خودشون بکشن یا نه، این مسئله هست در سوریه. جواب سبینم یک نکته خیلی مهم که حتما هم باید یه جلسه بشینیم بیشتر به طور خیلی کامل و مشروح در مورد صحبت کنیم از زوایای مختلفش هم گفتگو بشه، این بحث این درس هایی که ما میتونیم از این رخداد و این رویداد در لیبی بگیریم، این برای کشورهایی مثل کشور ما خیلی درس ها میتونه داشته باشه. مسلمه. این درسته. واقعا خیلی نکته ها هست در این، غیر از اینکه اون بیداد ها میشه، اون کشتار ها میشه، ولی چگونه یک حرکتی به سرقت برده میشه و منحرف میشه و اون عوامل خودشون رو میارن سر کار میگذارن و چگونه ملتی با اون همه خون دادن و جنگیدن و مبارزه کردن بازیچه جماعت دیگه ای میشه برای حرکتی که اونها میخوان. پس در این مورد هم یه مقدار توضیح بدید چه درسایی ما میتونیم از این حرکت اینجا، همین مثلا استقلال میره زیر سوال، یعنی استقلالی بله. دیگه وجود نداره، این حرکت همونطور که اشاره شد مبهمی آیندهش، ولی واقعا برای این کشوری مثل کشور ما که هنوز دیکتاتورا نوک سوزنی هم از سرنوشت شوم هم دیگه نمیخوان عبرت بگیرن، اون وقت چه درسایی میشه ازش گرفت؟ بله، مثلا شما فکر کنید که در کشور لیبی، خب مردم بنا به علل مختلفی قذافی رو نمیخواستن، مخصوصا جوانان دانشجویان، ولی خب اینا اومدن در درون این جنبش نفوذ کردن. خب این آیا عجیب غریبه؟ در تاریخ تمام جنبش ها ما شاهد نفوذ از خارج بودیم،
یعنی اصلا به یک کشور مشخصی هم محدود نمیشه. جنبش ملی شدن صنعت نفت یکی از بزرگترین جنبش های اون زمان در ایران بوده. بله. 60 سال قبل. بله. این جنبش. بله. جنبش بسیار بسیار بزرگی بوده. طبق تمام اسناد و مدارک حساب کتاب هایی که مورخین تاریخ معاصر انجام میدن میگن بزرگترین جنبش خاورمیانه اون زمان بوده. بعدن جنبش های بزرگی در خاورمیانه و آفریقا به وجود اومدن، ولی صحبت سال 1945 1346 و 47 و 48 رو من عرض می کنم. بله. نزدیک به 60 و چند سال قبل این جنبش از درون مردم جوشید و رهبریش در یک پروسه تاریخی این رهبری به وجود اومد. منتها در درون همون جبهه اینا نفوذ کردن و در بحبوحه اون جنبش، یعنی بلافاصله بعد از پیروزی قیام سی تیر، ما شاهد نفوذ آمریکا در داخل تأثیر بیشترش بود. یعنی فردی بزرگی مثل آیت الله کاشانی و حسین مکی و آقای دکتر مظفر بقایی، اینا هر ستا به در واقع در خدمت آمریکا چند تل دیگه. بله های ویزاده و خیلی بود. بله خوب، حالا زیاد برای این ستانی خیلی رسش بوده. بله. در بازار، در دانشگاه ها، در بین حتی کارگران. بله در مذهبی. ولی خب اینا نفوذی بودن دیگه، خیلی ساده دیگه. بله. تاریخ ایران کاملا اینا رو روشن کرده. و این در مورد جنبش سازمان فلسطین هم صدق میکنه. جنبش سازمان فلسطین هم همیشون بله. از اول تا آخر همیشون انسانهای میهن پرست و وفادار به آرمانهای خلق خودشون نبودن و ما میبینیم که حماس اصلا توسط خود اسرائیلی ها و اینا کمک شد، دولت ایران بهشون کمک کرد از درون، خب بالاخره اومد در داخل و به قدرت هم رسید و با یکی از علل در واقع تصحیح فیزیکی خاک فلسطین امروز خب نقش حماسه. یعنی که این جنبش، تمام این جنبش ها این خطر همیشه هست. در خود آمریکا هم جنبش اشغال وال استریت از این خطر هیچ به هیچ و بر نظر نخواهد بود. این خطر همیشه وجود داره که بیان و در داخل این جنبش نفوذ بکنن و این جنبش رو به بیراهه بکشن. بله. این همیشه بوده دیگه، در آمریکا هم حتی احتمال بگوش. یعنی چیزی نیست که بگیم که این مثلا یکی از ویژگی های مثلا کشور ایرانه یا که مثلا یا آدمی میاد و طلب آمریکا رو این همه جا هست دیگه. بله همه جا دیدیم. بله همه جا هست. یعنی خیلی خیلی در آمریکای لاتین هم بوده، در همه کشورها بوده، در ایران هم روشن ما میدونیم که این سن شخصیت بزرگترین عوامل نفوذی. بله نفوذی بودن و بزرگترین اون ضربه رو اینها زدن دیگه. بله. جنبش. بله دقیقا. بله. بله. نه همیشه هست و در مورد کشور لیبی و کشور تمام این جنبش ها صدق میکنه. منتها اون طرف قضیه هم باید توجه کرد که امروز مثلا در کشورهای آمریکای لاتین یکی بعد از دیگری کشورهای میان از کلیت نظام گسست میکنن تا اندازه‌ای، بانک مستقل خودشون رو میذارن، سازمان مستقل خودشون رو به وجود میارن. این هم جنبه های مثبت این جنبشه. بله. یعنی جنبش ملی شدن صنعت نفت همش خیانت نبود که. بله. جنبش ملیه اون همه تلاش و اون همه برای اولین بار. بله. در تاریخ کل جهان سوم ما شاهد ملی شدن یه صنعت بزرگ شدیم. بله دقیقاً. درسته که بعداً در کشورهای دیگه اتفاق افتاد، در عهد باندونگ، کنفرانس باندونگ 1955 تا 1955 شاهد چندین کشور شدیم که
صنایعشون رو ملی کردن، صنعتی شدن. ولی ایران اولش بود، یعنی اینم جنبه مثبت اون جنبش. بله بله دقیقا. سپاسگزارم جناب پارسا بناب، حتما در گفتگوهای دیگه باز بیشتر روی این موردها باید تکیه کنیم و تأکید، چون قطعا میتونه چراغ راهی باشه برای حرکت‌های آینده ملت. خیلی تشکر میکنم، شب و روز شما بخیر. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها را آرزو دارم. متشکرم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسابناب درباره اینکه در لیبی چه گذشت و چه می‌گذرد، قتل قذافی و اسیرکشی، این جنایت و این عمل غیر انسانی نکوهیده و شرم‌آور که بسیاری از کشورها امروز از آن دوری می‌کنند و یا اصلاً دهه‌هاست که مرتکب آن نشدند، پنج کشوری که امروز در جهان اسیر کشی می کنند، سه هدف مهم از حمله ناتو و آمریکا به لیبی و قذافی، تفاوت آن با حمله به کشورهای دیگر مثل افغانستان و عراق، از دیگر اهداف همسایه های لیبی در این تجاوز، ستاد رهبری نظامی کل آمریکا در آفریقا، اکثریت اعضای بنیادگرای اسلامی در شورای انتقالی لیبی که دوره‌های آن را در افغانستان و با آموزش سلفیست‌های عربستان سعودی دیدند، رهبر گروه رزمنده اسلامی لیبی و فرد دیگری که نزدیک به 16 سال در واشنگتن مقیم بوده و با سیا همکاری داشته که بلافاصله به عضویت هیئت موقت درآمده، اختلاف این اعضا با هم و اینکه آیا پایگاه مردمی دارند و چنانچه نیروهای نظامی آمریکا و ناتو از لیبی خارج شوند به چه وضعی دچار خواهند شد، شواهد و نظر تحلیلگران درباره آینده فلاکتبار لیبی که وضعیتی به مراتب بدتر از عراق و افغانستان خواهد داشت، جوانان و مردم آزاده لیبی در آینده از حمله آمریکا و ناتو به چه نتایجی خواهند رسید، ستاد رهبری آمریکا در خاورمیانه و در ترکیه و چرا تا امروز آمریکا در آفریقا مقر ستاد رهبری نداشته، امتیازها به کمپانی‌های نفتی و همینطور ستاد رهبری نظامی آمریکا در آفریقا پیش از نوشتن قانون اساسی برای لیبی، جنگ‌های نامرئی آمریکا، اینکه امروز آمریکا در روز روشن به کشورها حمله می‌کند، آیا این تجاوزات و حمله‌های مسلحانه و لشکرکشی‌ها از توانایی است یا ناتوانی، قهرمان اصلی به اصطلاح انقلاب لیبی ناتو به رهبری آمریکا بود، جنبش تسخیر و فتح وال استریت و فعال شدن آن در حدود 300 شهر در آمریکا، ابتکارات کم نظیر و جالب، دعوت از دانشجویان مصری برای برپایی چادرها و انتقال تجربه آنها در نیویورک، حضور خانم محفوظ از برپا کنندگان تظاهرات در مصر همراه با گروه 16 نفره، برنامه‌های جنبش برای روزهای آینده، وضعیت سوریه توجه می‌فرمودید. این گفتگوها بر روی یوتیوب، فیسبوک و توییتر هم قابل دسترسی است. صدای ما را از رادیوی ملی آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما بدرود میگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.